میدونی نمیتونم نگهش دارم و اون که بیامم بگم احساس میکنم کسی منو نمیفهمه، خیلی دلم پره، یعنی پرشو احساس میکنم. دیروز و پریروز نتونستم برم دنبال لو مبلمان، من بهش میگم مبلمان چون به انگلیسی بهش میگی فرنیچر، دنبال فرنیچر خونه نتونستم برم به خاطر اینکه یه سری سفارش آنلاین داده بودم و اینجا طوریه که دم در خونت مثلا نمیذارن برم. کانادا که باشه دم در خونت میذارن میرن و گمم نمیشه، میدونی چی میگم، کسی هم دزدی نمیکنه. اینجا نمیذارن، نهبانیه برای چند ساعت که باشه میگه یا ساکن نمیذارن. خب ولی حالا مثلا باش چیز کنی اصرار کنی و اینا، تا وقتی شیفتش باشه برات نگه میداره، شیفت که عوض بشه مثلا میگن گم میشه و اینا، مثلا به همین خاطر بهت میگن تا دو سه ساعت دیگه برمیگرده. خب منم اگه برم از صبح تا شب دارم میگردم و شیفت عوض میشه و وسیلم گم میشه، اصلا برش نمیدارن. خلاصه به خاطر یه تیکه سفارش آنلاین من دیروز و امروز، یعنی دو روز رو دارم از دست میدم. حالا امروز خیلی مثلا وسیله میاد و میره و اینا، وای خیلی دلم پره، خیلی ناراحتم، تنهام و خیلی خیلی کار دارم و نیدن اشتری بهتون بگم خیلی دلم پره. به خاطر اینکه تنها ما دوست ندارم به این و این وابسته باشم و از این و این بخوام برام کار انجام بدن، اصلا روحیم این نیست، شخصیتم این نیست و عذاب میگیرم. خب همین خاطر کارهای کوچیک کوچیک میدونی، روز از دست میدم، تایم از دست میدم، زمان از دست میدم و کل زندگی فعالیتم کارم و بیزنسم رو داره مختل میکنه. خلاصه دیروز و امروز، امروز خیلی حالا میبینید هر سری که میارن و میبرن چیز میکنم براتون استوری میگیرم، ولی اینه ببینید چطوری تایم از دست میدم. براتون گفتم دوباره هم میگم من اصلا تصور نداشتم که با این مهاجرت اینطوری کوب کنم، ولی الان دارم میبینم منطقیه، تقریبا منطقیه. اولا وقتی اومدم به قرنطینه خورد، 21 روز قرنطینه و حبس شدم، شاید اگه اون قرنطینه اول نبود وضعیت هم الان اینطوری نبود. دو، من همزمان دارم چندین کار با هم انجام میدم. ببینی خود مهاجرت خیلی سنگینه، کشوری اومدم اول مهاجرت کردم، خونه خریدم، خود خونه خریدن چقدر استرس داره و خونه گرفتم که اسباب وسایل نداره. من دوست ندارم با اسباب وسایل بقیه زندگی کنم، این خونه اجاره نیست، خونه خودمه. ترین فاکتوری که باعث میشه من اینقدر اذیت بشم اینی که این مهاجرتم، خونه خریدنم، ادپت شدنم، کوب شدنم با این مهاجرت و اینا داره جلوی 2,600,000 نفر انجام میشه. یعنی تو خلوتت نیست، تو خلوتت باشه، بین خودت و خودت باشه اینقدر سخت نیست، جلوی مردم تو ملاء عام من دارم این سختی ها و این تغییرات بزرگ در زندگیمو دارم انجام میدم. متوجه میشین چی میگم؟ فکر نمی کنم چون شرایط مشابه من رو ندارید اکثرانتون. از اون گفت میخوام یه چیز رو بهتون بگم آخرش بعد برم، کار دارم زیاد. الان هم نگاه کن وضعیت آشپز خونم، من خب دختر این شکلی نیستم، این تمیزه. میبینی وقتی بهت میگم که جلوی ملاء عام داری کوپ میکنی و زندگی میکنی و کس و ناکس با ارزش و بی ارزش داری در موردت نظر میده، به علاوه یه فشار روحی روانی مهاجرت و خونه خریدن و وسایل چیدن و خود وسایل چیدن خونه به یعنی پر استرس تر از خونه خریدن و مهاجرته. اصلا نمیدونم دک میکنی منو میفهمین. داشتم اینا رو نشون میدادم و اینا، میخواستم چی بگم الانم از آن گفت، حواسم پرت میکنه وقتی از آن میگه. من بهتون بگم اینی که چیز کردن، اینا دیروز اتفاقا برام دلیوریش کردن، این پاور بانک همه که به اندازه آیفون 11مه، امیدوارم خوب باشه چون من به این نیاز دارم، پاور بانک خودم خراب شد. خلاصه چقدر حرف دارم بزنم، نه حرف آخر، اگه داریم مهاجرت میکنیم مخصوصا ترکیه، دو چیز رو از من زخم خورده بگیر. یک، اگه خونه نمیخری و خونه داری اجاره میکنی اصلا فراموش
کن خونه رو بدون مبلمان فرنش شده به قول ترکی، به قول ترکا اشیاله. کیه اومده؟ خونه تو حتما حتما با مبلمان اجاره کن، حتما. ببین حتما. دو، بهتره که همون اوایل مهاجرتت منطقه اروپایی رو انتخاب کنی و منطقه آسیایی نری که اذیت نشی، چون اکثر کار چون زر می‌زدم. خدای قلبم، روحم، روحم خسته است، جسمم کاری ندارم، فقط دارم یه سه ماه تو زمین می‌خوابم. دومین نصیحتم این بود که منطقه اروپایی باشی، مخصوصا اولا که اوایلی که نمیری. من این استوری رو قطع می‌کنم. اوایلی که مهاجرت کردی حتما منطقه اروپایی باش، چون اکثر کارهای اداری، اکثر مثلا ایرانی ها حالا به هر حال نیاز پیدا میکنی، خب مثلا کارهای اداری مهاجرت تو اینا تو اکثرا منطقه اروپایی هستن. بعد رفت و آمد از منطقه استانبول خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، ترافیکش وحشتناک. خلاصه خونه با فرنیچر بگیر، منطقه اروپایی زندگی کن. خواهش میکنم. اینجا رو من هر چقدر مرتب کنم، ببینید اینطوری تا میکنم، دسته بندی شده، همه چی میدونم کجا هستش، ولی فایده نداره. من هر چقدر مرتب کنم اینجا اینطوری میشه. اونم به خاطر اینکه کمد لباس ندارم. الان به من میگین خب بخر. کاش که هشپا بودم، کاش که در عرض یک روز میتونستم همه کارامو انجام بدم. از خدامه، از خدا. مرحبا. تمام تمام. اینو میخوان چیزش کنم. تمام سلام. چقدر خوب، چقدر خوب. مرحبا. اوت. مرحبا. تمام باشه، بری جنبه. بردن برام. ببین وضعیت هم اصلا افتضاحه، افتضاح. اینو باید بدم، پولش هم نیوردم. هم خسته شدم از این وضعیت زندگی، خسته شدم و همه چی زمان میبره. فردا انجام نمیشه، پس فردا انجام نمیشه، همه زمان میبره. من توی چه سر خودم رو انداختم اصلا، اونم دست تنهایی، اینکه زیر خوابه کسی نباشه، آویزون کسی نباشه. من هنوز این قسمت رو وقت نکردم تی بکشم، باورتون میشه؟ والا چی بهش میگم، هشپا نیستم. بعضی موقعها حتی اگه زمان داشته باشم واقعا روحیم اجازه نمیده، روحیم خسته تر از جسمم. یعنی نشتری بهتون بگم، هر روز استوری گذاشتنم شده قوز بالا قوز. استوری بذاری وقت تو میگیره، از مغز تو میگیره، از فکر تو میگیره. استوری هم نذاری واویلا، نمیدونی چه گویی بخوریم بس.